سلام و عرض ادب امیدوارم هر جای دنیا که هستین حال دلتون عالی باشه توی یه جلسه دیگه از آموزش زبان انگلیسی قرار با هم دیگه راجع به کاربردها و تفاوت بین will و going to صحبت کنیم will و going to همین اول کاری بگم که بچه هر دوتاشون برای آینده استفاده میشن یعنی هم will هم going to هر دوتاشون برای آینده استفاده میکنن یعنی ما وقتی بخوایم راجع به آینده صحبت کنیم جمله رو بگیریم بندازیم تو آینده یا باید از will یا باید از going to استفاده کنیم کاربردها و تفاوتشون تو چیه؟ اولین تفاوتی که will و going to داره اینه که آقا ما برای بیان کارها یا اتفاقاتی که از قبل برنامه ریزی کردیم مثلا آقا من میدونم که فلان ساعت قراره برم اینجا یا مثلا میدونم که ماهی دیگه قراره برم عروسی عروسی دعوتم یا هفته دیگه قراره برم تولد میایم از going to استفاده میکنیم چی شد برای بیان کارها یا اتفاقاتی که از قبل برنامه‌ریزی کردیم میایم از going to استفاده میکنیم در مقابل برای اشاره به مواردی یا به صورت ناگهانی تو لحظه اتفاق میفته تو لحظه تصمیم میگیریم که مثلا خب یه دقیقه بعد ما هم یا یه ثانیه بعد ما هم آینده به حساب میاد دیگه اگه کارهایی که به صورت ناگهانی و تو لحظه تصمیم میگیریم میریم از ویل استفاده میکنیم پس اینجوری شد که برای بیان کارها یا اتفاقاتی که از قبل ما برنامه ریزی داریم براش میام از going to استفاده میکنیم در مقابل برای اشاره به مواردی که به صورت ناگهانی و توی لحظه تصمیم گیری میشن میایم از ویل استفاده میکنیم اولین کاربردمون going to بود دیگه ما گفتیم برای برنامه برای چیزهایی که از قبل برنامه ریزی داریم میایم از going to استفاده میکنیم For example برای مثال من میام میگم We are going to have lunch together tomorrow We are going to have lunch together tomorrow فردا قراره با هم نهار بخوریم خب این که فردا قراره با هم نهار بخوریم خب من از قبل نهار فردا رو برنامه ریزی کردم و میدونم آقا همچین قراری داریم با هم دیگه یه نکته بگم چرا هوا وردم بچه ها برای وعده‌های غذایی یعنی دینر شام لانچ نهار و بریکفست صبحانه میریم از استفاده می‌کنیم که به معنی همون ایته یعنی خوردن We are going to have lunch together tomorrow فردا قراره با هم دیگه نهار بخوریم کدوم رستوران چه ساعتی همه اینو از قبل برنامه ریزی کردم به خاطر همین میام از going to استفاده می یا مثلا میخوام بگم آقا من قراره یه ماشین بخرم میخوام یه ماشین جدید بخرم میام میگم I'm going to buy a new car. I'm going to buy a new car. قرار یه ماشین جدید بخرم. چرا از going to استفاده کردم از ویل استفاده نکردم چون برای اینکه من یه ماشین جدید بخرم خب صد درصد از قبل برنامه ریزی میکنم مارکش مدلش نمیدونم قیمتش رو بالا پایین میکنم به خاطر این اومدم از going to استفاده کردم I'm going to buy a new car قراره که یه ماشین جدید بخرم یا مثلا میگم We are going to learn English We are going to learn English ما میخوایم که انگلیسی یاد بگیریم میخوایم بریم انگلیسی یاد بگیریم We are going to learn English ما میخوایم که انگلیسی یاد بگیریم خب چرا از going to استفاده کردم چون یهو تصمیم نگرفتیم که از قبل ریزی کردیم کدوم کلاس بریم چه جوری بریم چه معلمی انتخاب کنیم همه اینا رو برنامه ریزی کردیم طبق اینا we are going to learn english میخوایم انگلیسی یاد بگیریم learn به معنی یادگیری حالا در مقابل بچه من بهتون گفته بودم ویل کیا استفاده میشه موقعی که یهو تصمیم میگیریم یه کاری رو انجام بدیم ما میایم از ویل استفاده میکنیم موقعی که یهو یه تصمیم رو میگیریم ناگهانی آقا یه مثال فارسی بزنم توی پارک داری راه میری یهو تشتت میشه خب یهو تشتت میشه میگه آخ برم یه بطری آب بگیرم این همین یه بطری آب میایم از ویل استفاده میکنیم یهو تصمیم گرفتی دیگه یا مثلا خونه دوستت دعوتی بعد میری خونه دوستت میبینی اوه او خونه دوستت خیلی گرمه بهش میگی کولر رو روشن کن بعد میگه کولرم متاسفانه کار نمیکنه بعد میگه ای بابا it's hot here اینجا گرمه I will open the window I will open the window اینجا گرمه پنجره رو باز میکنم خب چون اینجا گرمه همین الان گرم شد دیگه من همین الان تصمیم گرفتم یهو یه پنجره رو باز کنم It's hot here اینجا گرمه I will open the window پنجره رو باز میکنم اگه من بیام به جای ویل بزنم going to اینجوری میشه It's hot here اینجا گرمه I'm going to open the window میخوام که پنجره رو باز کنم انگار برنامه ریزی کردیم از قبل نه یهو یه تصمیم میگیرم خب که مثلا پنجره رو باز کنم یا مثلا میگم همون مثال فارسیم آقا من تشنمه یه تشنم شد بعد تصمیم میگیرم که بدم آب بگیرم میگم I'm thirsty بچه thirsty به معنی تشنه thirsty تلفظش thirsty به معنی تشنه هستش میام میگم I'm thirsty من تشنمه I'm thirsty I will buy a drink I will buy a drink یه نوشیدنی میخوام بگیرم کلمه درینک هم به معنی نوشیدنه هم به معنی نوشیدنیه هر دوتاشو معنی میده هم به معنی نوشیدنه و هم به معنی نوشیدنیه I'm thirsty من تشنمه. I will buy a drink یه نوشیدنی میخوام بخرم این بود از کاربرد اول و تفاوت اول بین will و going to میخوایم بریم سراغ تفاوت دوم پس دو تا تفاوت داریم دیگه اولش کامل کاور شد اگه متوجه نشدی دوباره ببین بعد بیا سراغ تفاوت دوم تفاوت دوم خیلی ساده است بچه ها, معمولا برای پیش که نسبتا منطقی و مطمئن به نظر میرسه یعنی چی منطقی و مطمئن؟ یعنی بر اساس مدرک و شواهد ما میایم اینو میگیم خب پیش بینی آینده است دیگه اسم پیش بینی میاد یعنی آینده اگه بر اساس حالا منطق و مدرک باشه ما میایم از going to استفاده میکنیم خب ولی برای پیش بینی هایی که صرفا فقط تجربه و نظر شخصی مونه میایم از ویل استفاده میکنیم پس پیش بینی هایی که نسبتا منطقی و مطمئن به نظر میرسن حالا بر اساس مدارک و شواهد هستن ما میایم از going to استفاده میکنیم حالا عکس این موضوع برای پیش بینی هایی که صرفا بر اساس تجربه و نظر شخصی ماه، میایم از ویل استفاده میکنیم برای مثال منو دوستم این فوتبال نگاه میکنیم یهو بهش میگم I think I think ایران will win the game من فکر میکنم که I think ایران will win the game ایران بازی رو ببره I think من فکر میکنم ایران will win the game من فکر میکنم که ایران بازی رو ببره خب این صرفا فقط نظر شخصی منه من طرفدار تیم ایرانم و فکر میکنم که ایران بازی رو ببره خب صرفا نظر شخصی منه خب بر اساس شواهد و پیش بینی خاصی نبود هیچ شواهد خاصی نداشتم فقط نظر شخصی بود به خاطر اومدم از ویل استفاده کردم حالا کی میریم از گوینگ to استفاده میکنیم توی پیش بینی ها مثلا با دوستم توی پارک دارم راه میرم یهو میبینم آقا سیاه هن بادم داره میاد خب وقتی ابرا سیاه باشن بادم بیاد خب این به نظر میرسه یه پیشبینی دقیقه به خاطر اینکه بارون بیاد دیگه به دوستم میگم look at those black clouds look at those black clouds اون ابرا سیاه رو ببین cloud به معنی ابر black clouds ابرای سیاه look at those black clouds اون ابروی سیاه رو ببین I think it is going to rain فهم کنم که قرار بارون بیاد میخواد که بارون بیاد خب Look at those black clouds اون ابروی سیاه رو ببین I think it is going to rain فهم کنم که قرار بارون بیاد خب بچه اینجا وجود ابروی سیاه میتونه مدرکی باشه برای باریدن بارون دیگه یه مدرک خاص و یه شواهد دقیقی میتونه باشه ابرا سیاهن بادم داره میاد خب قطعا بعدش بارون میاد این هم از تفاوت دوم going to و ویل. بچه هم تفاوت اول و هم تفاوت دوم برای من یه دونه مثال میزنید و کامنت میکنید اگه غلط باشه که درستشو بهت میگم و میگم چرا غلط باشه اگه درست باشه که آفرین بر تو هم تفاوت اول و هم تفاوت دوم مثال بزنید کامنت کنید لایک و سابسکرایب هم یادتون نره اون زنگوله بغلم بزن که هر موقع من ویدیو آپلود کردم بهت خبر بده و بچه حتما حتما کامنت بذارید چون سابسکرایبتون میریزه و بعضی از بچه ها میگن که من سابسکرایب میکنم میرم میام میبینم آن سابسکرایب شدی چرا چون شبیه ربات میید فقط ویو میذارید و میرید لایک کنید کامنت بذارید نظرتون رو بگید داخل ویدیو و راجع به هر چیزی هم که مشکل داشتین توی کامنت ها بگین که ویدیوش رو حتما حتما بسازم خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو منو کردید خیلی مخلصیم خیلی مراقب خودتون و باشید